سلام، توی ویدیو قبلی رفتیم سراغ خیابون دیستیلری دیستریکت، اون منطقه رو دیدیم، تزیینای کریسمسیشون رو دیدیم. اگه ندیدین میذارم ویدیو رو اینجا بریم ببینین. توی ویدیو امروز هم میخوایم بریم ایتان سنتر رو ببینیم، بزرگترین درخت کریسمسی تورنتو تقریبا فکر کنم باشه، اونجا اونو میبینیم. یه دوری توی ایتان سنتر میزنیم که خودش یکی از بزرگترین مرکز خریدای کاناداست، و بعدش هم میریم سراغ یه خیابونی که پر بابا نوئلای 4 متریه که اونم جذابیت قشنگی داره. بریم با هم ببینیم. فقط قبل از شروع ویدیو بگم که قراره یه سری مصاحبه با آدمای مختلف داشته باشیم. اولین مصاحبه رو هم گرفتیم، از هفته دیگه شروع میشه پخش این مصاحبه ها. با آدمای مختلف راجع به شغلای مختلف و نظرشون رو میپرسیم راجع به مهاجرتشون. پس اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید و برای دوستاتون شیر کنید، ممنونتون میشم. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. اینجایی که الان میبینین یه استخره که توی تابستون آب توش جریان داره و میان دور این آبه، زمستون اینطوری پر آدمه. البته الان زور روز کاریه، خیلی شلوغ نیست، ولی شب شلوغتر میشه، ویکندا هم که قیامته. شب سال تحویلم روی این یخ باور کنید مثلا نزدیک 1000 نفر دارن اسکیت میکنن. اونم که علامت معروف تورنتو. این هم ساختمون شهرداری تورنتو، ساختمون قدیم شهرداری تورنتو و میدون نیتن فیلپس. اینجا هم که اومدین یه پارکینگ خود میدون نیتن فیلپس داره که 4 دلاره ساعتی. اگر خواستید برید ایتان سنتر هم ترجیحاً اینجا پارک کنین، یه چند دقیقه پیاده روی کنین، خیلی به نفعتونه، اونجا خیلی گرونتر میفته پارکینگ. اینجا هم یه درخت دیگه. یه چیز جالبه توی میدون نیتن فیلپس هم این هات داگ فروشان که یکیشون هم ایرانیه، و جالبش اینه که مارک حلال هم داره. الان تابلو افغانستان زده روش، کنم عوض شده. چی میکشی؟ اینا رو ببینیم، الان اینجا نشستن گرمش میشه. این صدای یک آدمیه که یک ماه پیش سرما خورده ولی هنوز صداش درست نشده. ایتان سنتر مقصد بیرقیبی برای خریده که توی قلب پر جمعیت ترین شهر کانادا تورنتو قرار گرفته و بیش از 250 تا فروشگاه داره. این مرکز پر جنب و جوش هر ساله بیشتر از 50 میلیون بازدید کننده را به خودش جذب میکنه و در میان موفق ترین و پر بازدید ترین مراکز خرید آمریکای شمالی قرار میگیره. جالبه بدونید تعداد بازدید کننده های ایتان سنتر توی تورنتو تعدادشون خیلی بیشتر از تعداد مسافرای پرپرواز ترین فرودگاه تورنتو، یعنی فرودگاه پیرسون هستش. ما این همه را اومدیم که این درخت و این گوزن رو ببینیم. بالا هم برنامه ساعتی هر روزشون رو زدن که چه ساعتی این نوره بازی میکنه. حالا چکش میکنم اگه بتونیم ما هم داشته باشیمش. حتی اینو ببین.
بقیتون اولین مرکز خرید واقع توی کانادا بود که برای اولین بار میزبان فروشگاه‌های مطرح و لوکس زیادی شد. این هم از بزرگترین درخت کریسمس. فقط سایز آدم ها رو داشته باشید نسبت به سایز درخت. این ایندگو هم یک کتاب فروشی معروف اینجا. به غیر از اینکه میتونید اینجا کتاب بخرید، میتونید برید کتابی که دوست دارید بشینید ساعت ها در آرامش بخونید. همچی درخت بزرگه. از اونجا که این مرکز خرید توی جنوب غربی خیابونای یانگ و دانداس قرار داره، دسترسی به اون بسیار راحته و چیزی که دسترسی به اینجا رو خیلی راحت تر میکنه اتصال به شبکه زیرزمینی پت هستش که توی سرمای منفی 50 درجه یا توی بارش‌های سنگین کانادا میتونین بی دغدغه خودتون رو از طریق این راه زیرزمینی به اینجا برسونین. یه فودکورت بزرگ و چندین رستوران هم توی این مرکز خرید قرار دارن که میتونین بعد از خرید توی اونا غذاهای خیلی خوشمزه ایمیل کنین. نهار هم گرفتیم، جاتون خالی. جان دانلس اسکوئر نمونه کوچیک تایمز اسکوئر نیویورک. اینجا هم خیابون اینگل وود تورنتوه که از سال 2013 با یه دونه بابا نوئل شروع شد و الان بیشتر از 50 تا از خونه های این منطقه این بابا نوئل 4 متری رو دارن و این باعث شده اینجا بشه یکی از مناطق پربازدید قبل از کریسمس و اسم خیابونشون هم خودشون توی این فصل کرینگل وود صدا میکنن که یعنی خیابونشون هم کریسمسی شده. این 50 تا همسایه هر سال یه مهمونی تمام روز هم برگزار میکنن که توش کمک‌های مالی برای یه بانک غذای محلی جمع‌آوری میکنن. به این میگن تفاوت فرهنگی. اینا خیابوناشون رو هر سال خوشگل میکنن و پول جمع میکنن برای کمک به مردم. ایران هم هر سال علمای یکی از یکی گنده‌تر میذارن و پول جمع میکنن برای ملاها و نوه خونا. این هم از گشت و گذار امروزمون برای کریسمس. البته احتمالاً ویدیوهای کریسمسی بیشتری داشته باشیم. مرسی که با همون هستین. بعد یه ماه دوباره برگشتیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. با ما باشید.